سرخط خبرهای افغانستان و جهان. افراطی شدن طالبان نسبت به 10 سال پیش. تداوم جنگ شرایط برای صلح را دشوار می سازد. افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان. روسیه: ما از نفوذ شورشان در شمال افغانستان نگرانیم. زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات نزدیک می شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی: حلقات از دولت برای راهیابی نامزدان مشخص تلاش دارند. رو در رو قرار گرفتن قدرت های اقتصادی. گروه 20 دومین روز از اجلاس خود را برگزار کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 21 عقرب سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 11 نوامبر سال 2010 میلادی. در این برنامه من جواد سروش، علی افتخاری و ادریس جویا تازه ترین گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را تقدیم می کنیم. نخست به خبری از وقوع انفجار در جنوب غرب کابل می پردازم. عصر امروز جمعه بخش جنوب غربی کابل شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود. انفجار زمانی رخ داد که یک کاروان نظامی نیروهای ناتو از محل در حال عبور بود. انفجار که در جنوب غرب کابل در مقابل قصر دارلمان رخ داده است، بیشتر اوقات کاروانهای نظامی ناتو و اردوی ملی از آن محل عبور می کنند. مقام های امنیتی از تعداد تلفات این رویداد خبر دقیق نداده، اما گفته می شود که دو نظامی ناتو و اردوی ملی زخمی شدند. اینجا قصر دارلمان، جایی که عمله انتحاری امروز به وقوع پیوسته است. این عمله انتحاری در حال به وقوع می پیوندد که نیروهای امنیتی پیشتر از تدابیر ویژه در روزهای عید خبر دادند. در دو ماه گذشته این نخستین عمله انتحاری است که در شهر کابل به وقوع می پیوندد. بار دیگر یک حمله انتحاری جنوب غرب شهر کابل را تکان داد. از دو ماه به این سو این نخستین حمله انتحاری در شهر کابل است. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای امنیتی از تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید قربان خبر می‌دهند. گفته می‌شود که هدف انتحار کننده کاروان نیروهای ناتو بوده است. تقریبا یا خو پرود دسی وای چې د موټر په حساب باندې کنه پرود چې یو موټر وو دغه سو یو بل دغه تخاریدل دغه د انجن سره مخ کې دغه جین دغه تخاریدل چې ختم دی ولار د فاصنګ دګنه حساب بود بیادر که همون جماعت داخل همون جا ششته بودیم نماز خواندیم باز هیچ معلومات نبود یک درز بود خو بسیار دور خاک باد شد دیگه هیچ پامیدن نبود همین جماعت بودیم که بار سال کردیم بس یک موتر بود که در شده بر اساس اطلاعات نیروهای امنیتی فرد انتحار کننده نوجوان است که از منطقه خوگیانی ولایت ننگرهار است که تعلیمات نظامی را در پاکستان فرا گرفته است. مقام های امنیتی می گویند که بر اثر این حمله انتحاری یک تن از سربازان اردوی ملی زخم برداشته است. اما شاهدان عینی از زخمی شدن یک سرباز خارجی در این انفجار خبر می دهند. تا کنون نیروهای ناتو زخمی شدن سرباز خود را تایید نکرده است. تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته، اما معمولا مقام های دولتی این گونه حملات را به شورشان مسلح دولت نسبت می دهند. ساعت 2 بجه یک انتحار کننده سوار با یک موتر تونس نمیساهی متصل به قصر دارالامان و پیش روی قراول یکی از قطعات اردوی ملی ساعت 2 بجه میخواست که خود به نزدی یکی از تانگای قوتای ائتلاف تصادم بده خود و انفجار بده. خوشبختانه که به تانگ نرسیده بود، انفجار صورت گرفت. در نتیجه یک تن از سربازای اردوی ملی به شکل سطحی زخمی شده و تیم تحقیقاتی شما خود میبینید در ساحه آمده بررسی های خود آغاز کردند. در همین حال گزارش های ضد نقیضی وجود دارد که شورشان مسلح ادعا کردند که به اثر این حمله انتحاری حداقل 15 تن از نیروهای ناتو را از بین بردند. چند ماه پیش نیز حمله انتحاری در این منطقه شمار کشته و زخمی بجا گذاشت. برخی از آگاهان معتقدند که تداوم جنگ شرایط را برای آوردن صلح در کشور دشوارتر می‌سازد.
با باور ناگاهان افزایش در افراطیت طالبان یکی از پیامدهای منفی ادامه جنگ است. این ناگاهان هشدار می‌دهند در صورتی که دولت و طالبان شرایط را برای ایجاد حسن نیت در نظر نگیرند، روند مصالحه در کشور با دشواری‌های جدی روبرو خواهد شد. قاسم رحیمی به این موضوع پرداخته است. تفاوت بین طالبان امروز و طالبان 10 سال پیش. تداوم جنگ سبب شده تا طالبان بیشتر از پیش بنیادگرا شوند. احمد رشید ژورنالیست پاکستانی و آگاه مسائل منطقه‌ای باور دارد که تفاوت‌های چشمگیر بین طالبان امروز و طالبان 10 سال پیش ایجاد شده است. این ژورنالیست پاکستانی معتقد است که تداوم جنگ در افغانستان افراطیت طالبان را افزایش داده است. این عامل سبب شده که طالبان از ابزارهای خطرناکی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. استفاده از انسان برای انجام حمله های کشنده، کشتن زنان، استفاده از بمهای کنار جاده‌ای و سپر قرار دادن غیر نظامیان از نشانه هایی است که به باور آقای رشید تفاوت بین طالبان امروز و طالبان دیروز را تشکیل می دهد. در مقایسه با 10 سال پیش طالبان بیشتر تندرو و بنیادگرا شدند. فعلا از حملات انتحاری، از بمب‌های تعبیه شده، کشتن زنان و کشتن مقام‌های دولتی استفاده می‌کنند. این موضوعات است که 10 سال پیش وجود نداشت. خطر این وجود دارد به هر اندازه‌ای که جنگ طولانی شود، طالبان بنیادگراتر می‌شوند. بنابراین باید مسئله مصالحه آغاز شود. این ژورنالیست پاکستانی باور دارد که تداوم جنگ در افغانستان شرایط را برای مصالحه با طرفهای درگیر دشوارتر می‌سازد. او می‌گوید که هر دو جناح، هم طالبان و هم دولت افغانستان، ضرورت دارند با هم مذاکره کنند و این نیاز به یک اجماع ملی دارد. در همین حال آقای رشید با اشاره به نقش کشورش در صلح با طالبان می‌گوید برقراری صلح در افغانستان به نفع پاکستان است و این کشور می خواهد نقش مهم را در برقراری صلح در افغانستان داشته باشد. من فکر می کنم پاکستان می خواهد نقش مهمی در پروسه صلح افغانستان ایفا کند. پاکستان نیز از ناحیه طالبان آسیب می بیند. طالبان شهروندان پاکستانی را نیز می کشد. برقراری صلح در افغانستان یک قدم بسیار بزرگ است که می تواند برای پاکستان هم مؤثر باشد. این در حالی است که بارها دولت مدان افغانستان از آنچه که حمایت‌های بیرونی از طالبان می‌دانند سخن گفتند. آنان پاکستان را متهم می‌کنند که در تجهیز، آموزش و تمویل امکانات جنگی از طالبان حمایت می‌کند. چندین فرد وابسته به طالبان در ولایت هلمند کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف با نشر اعلامیه گفته است که نفرات در پی وقوع یک درگیری در ولسوالی سنگین ولایت رخ داده است. نیروهای ائتلاف رقم افراد کشته شده را 15 تن اعلام کرده است. به نقل از خبرنامه ائتلاف، این افراد زمان کشته شدند که به سربازان گزمه نیروها حمله کردند. در این حال نیروهای ائتلاف تایید کردند که در این درگیری تلفات به سربازان آنها نیز وارد شده است. رقم دقیق تلفات سربازان ائتلاف مشخص نشده است. این در حالی است که نیروهای اردوی ملی از گسترش عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های هلمند و قندهار خبر می‌دهند. در این عملیات علاوه بر سرکوب مخالفان مسلح دولت، در زمینه اجرای برنامه‌های بازسازی نیز توجه می‌شود. روسیه از گسترش فعالیت شورشیان در شمال افغانستان جدا نگران است. سفیر این کشور در کابل می‌گوید وضعیت امنیتی در شمال افغانستان رو به وخامت است و افراط‌گرایی، تروریسم و ترافیک مواد مخدر مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر در این خبر. شمال افغانستان مرز طولانی با کشورهای همسایه روسیه دارد. سفیر روسیه در کابل می‌گوید امنیت در شمال افغانستان بخیم شده و کشورش در مورد گسترش فعالیت شورشیان در برخی